F-14 همچنان پیشرفته ترین هواپیمای نیروی هوایی ایرانه، اما از این تامکت ها ارتش ایران چند پروند داره و آخرین به روز رسانی F-14 تو ایران و توسط مهندسان ایرانی چی بوده؟ سلام دوستان، به کانال ایران میلیتاری، یکی از بزرگترین کانال های نظامی یوتیوب فارسی، خیلی خیلی خوش اومدید. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی این ویدیو رو تا آخر ببین و اگه خوشت اومد دکمه سابسکرایب رو بزن. بی معطلی بریم ادامه ویدیو. طبق برنامه اخیر نیروی هوایی، ناوگان 62 فروندی F-14 تا سال 2020 تو خدمت باقی میمونه. اگرچه تو کشور ما هواپیمای F-14 تو اختیار نیروی هوایی، اما اصلی ترین وظیفه اون انجام ماموریت های رهگیری تعریف شده. F-14 هواپیمای رهگیر بال متحرک ساخت شرکت گرومن آمریکا که تو نیروی دریایی آمریکا و نیروی هوایی ایران فعالیت داشته. F-14 میتونه ماموریت های گشت هوایی، اسکورت، شناسایی، کشف و رهگیری و انهدام را انجام بده. این هواپیما طول 10 و 19 متر و همینطور عرض 9.54 متر و ارتفاع 4.88 متر رو داره. حداکثر سرعت این جنگنده 2.34 ماخ و سقف پرواز اون 50000 پا، برد پروازی اون معادل 3200 کیلومتر. رادار کنترل آتش این هواپیما توانایی کشف 24 هدف و اصابت قرار دادن حداکثر 6 هدف رو داره. اما بخش جالب این ویدیو، پیشینه این هواپیما چیه و چرا این هواپیما تولید شد؟ هواپیماهای F4 فانتوم دو، نورثروپ F5 و P3 اوریون توانایی مقابل با هواپیماهای میگ 25 رو به خاطر سرعت و سقف پرواز بالا نداشتند و نیروی هوایی ایران چند تا از F4 فانتوم دو خودش رو در مقابل با میکا از دست داده بود. تو تابستون 1972 ایران موافقت کرد که کل هزینه تحقیقات و تمام هزینه راه اندازی خط تولید هواپیما رو به شرکت گرومن پرداخت کنه. ایران سفارش خرید 714 موشک فینیکس رو به آمریکا داد که تا زمان انقلاب تعداد 284 فروند اونا تحویل داده شد. بعد انقلاب دولت آمریکا تحویل این موشک را لغو کرد. F-14 تامکت ایرانی تونست تو طول جنگ 8 ساله 160 پیروزی هوایی به دست بیاره. با توجه به اطلاعات ایستگاه های شنود و فرکانس های دریافتی و لاشه های کشف شده، این عدد حتی میتونه بیشتر هم بشه. اما میرسیم به بحث بومی سازی این هواپیما. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران اقدام به ساخت قطعات یدکی و تعمیر قطعات معیوب این جنگنده تو داخل خاک ایران میکنه. واحد مهندسی و اوورهال نیروی هوایی ارتش هم تونسته کلیه کارهای مربوط به سرویس و نگهداری این هواپیما، از جمله تعمیرات سنگین رو، به مرحله خودکفایی برسونه. ایران الان توانایی تولید کل قطعات و تجهیزات این هواپیما رو داره هستش. بعد جنگ ذخیره موشک‌های فینیکس F-14 خیلی کم شد و ایران با کمک روسیه موشک فکور رو برای بکارگیری به جای فینیکس روی تامکت تولید کرد. تو سال 2008 معاونت عملیات نیروی هوایی ایران نقشه راه ارتقای F-14 رو تا سال 2020 منتشر کرد. جهاد خودکفایی و تحقیقات صنعتی نیروی هوایی موظف شدن با همه پیمانکاران نظامی مسئولیت سامانه های مورد نیاز و فناوری و قطعات یدکی رو فراهم کنند. کار تو آشیانه باز آمده F4 فانتوم تو فرودگاه مهرآباد شروع شد و بعد 36 ماه کار پرواز 30 دقیقه‌ای آزمایشی تو 18 ژانویه 2012 انجام شد. آزمایش‌های پروازی بیشتری صورت گرفت و تو آوریل سال 2012 به اسکادران 82 تاکتیکی تحویل داده شد. تعدادی از F14 ها مجهز به رادار بومی شدن و بقیه هم با همون رادار قبلی، یعنی ANWG9، اما تو مدل جدید کاملا بهینه‌سازی شد بود و رادار قدیمی که از پردازنده CPU ضعیفی بهره می برد کنار گذاشته شد و همینطور قطعات الکترونیک قدیمی، به ویژه قطعات مربوط به رادار ANAWG9، قطعات مربوط به سامانه مهمات با قطعات سبکتر و سریعتر تعویض شدند و همینطور سامانه جنگ الکترونیکی ALQ100 با تعویض آنتن و تحلیلگر و سامانه پیش تقویت با قطعات جدید بروز شدن و کلی سیمبندی شکاری هم عوض شد. علاوه بر آپدیت های جدید، مشکلات قبلی موتور هواپیما هم رفع شدن و علاوه بر اونم یه سامانه نابری داخلی، سامانه رادیو UHF و بعضی قطعات دیگه هم نصب شدن و همینطور الکترونیک پروازم تغییرات زیادی پیدا کرد. قابلیت دیگه اینه که حمل بمب به این جنگنده اضافه شد
سیستم کنترل آتش جنگنده بهینه شد و سامانه ناوبری اینرسایی جدید و سامانه هشدار دهنده راداری RWR ارتقا پیدا کرد. بدنه F-14 ها کاملا از اشعه X-ray رد شدن و همه مشکلات اونا حل شد. موتورهای این جنگنده بهینه سازی شدن و مشکلات قبلی اونا برطرف شد و تو آخر این جنگنده به موشک‌های هوا به هوای جدید از جمله فکور 90 و ویمپل R73 و ویمپل R27 مجهز شد. چند سال بعد تو سال 2013 سه پرونده دیگه به اسکادران 82 تحویل داده شدن. اونا الان تو این پایگاه به عنوان آلرت واکنش سریع یا QRA در حال خدمتن و یه سال بعدش یعنی تو سال 2014 مرکز باز آمده پایگاه 8 شکاری نمونه دیگه یا تحویل داد. طبق برنامه الان نیرو هوایی ناوگان 62 فروندی F-14 تا سال 2020 تو خدمت باقی میمونه. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفا ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره که نظراتتون رو تو قسمت کامنت ها برای من بنویسید.